زیبا جان، بعد از اینکه بحث تموم شد، لطف میکنی یک تعریفی از خساست و نظرت راجع به خساست هم بگی که و آدمای خسیس، و من میخوام ببینم که این داستان خساست و این داستان مدیریت چقدر با هم دیگه فاصله دارن، و اینکه خیلی وقتا این سوال توی ذهنم ایجاد شده راجع به حالا این مسائلی که توی مدیریت هزینه ها و خونه این و اون رفتن و مهمان پذیر بودن و این مسائل هستش. اگر که یه توضیحی هم حالشو داشتی، حوصلهشو داشتی راجع به این مسئله بدی، ممنونت میشم. مرسی. درباره این سوال که خصیصی چی هست و ما چطوری باید خودمون رو برنامه هامون رو مدیریت، یعنی از نظر مالی مدیریت کنیم، من اول به مسئله خصیصی میپردازم که خصیص بودن یکی از خصوصیات و رفتارهای، حالا بگیم واکنشهای یا حالا بگیم مکانیزم های دفاعی انسان هست که در برابر یک سری مسائلی که حس خوبی رو نداره، این مکانیزم برانگیخته میشه و به کار میفته و خصیصی به انسان تعلق داره و ما نباید این حس یا این مکانیزم رو به عنوان یک مسئله صرفاً منفی ببینیم، بلکه باید اون رو جهت داد. شما بارها شاهد بودید در زندگی خودتون که اصلا حاضر نیستید حتی یه سنت برای یه کاری بدید، ولی برای یه کار دیگه‌ای که دوست دارید مثلا حاضرید میلیون ها خرج کنید. پس این همون آدم هست، همون آدمی که در یک جایی خسیس میشه، در یک جایی سخی میشه یا سخاوتمند میشه. پس ما جایگاه ها رو باید ببینیم. من خودم شخصا این مکانیسم خصیصی خودم رو به شدت دوست دارم و میدونم که یک مکانیسم حمایتیه و در یه جاهایی هم وقتی این به کار گرفته میشه و من بدون قضاوت، بی اعتنا به قضاوت دیگران، اون کاری رو که دوست دارم انجام میدم، خیلی از خودم راضی میشم. حتی یه موقعی حتی نمیخوام یه چایی به یه کسی بدم، چون نمیخوام و دوست ندارم. پس باید به جایگاهش نگاه کنیم و ببینیم که اون مورد چیه؟ آیا واقعا ما دوست داریم؟ و چه عواملی مانعش میشه؟ و اون مسئله رو بررسی کرد که ببینیم این، وگرنه بگیم تو خسیسی، خب تو سخاوتمندی، نه، در یک جایی سخاوت غلط، سخاوتی که از روی ترس باشه، از روی نمیدونم برای اینکه به دیگران نشون بده که من خیلی خرج میکنم، غلطه. در یک جایی همون خسیسی که شاید همه محکومش بکنن، همون درست باشه. پس به جایگاهش نگاه میکنیم، نه اینکه این مکانیسم یا این حس یا این رفتار یا این خصوصیت رو در کل نفیش بکنیم. نه، به انسان تعلق داره و یکی از مکانیزم‌های حمایتی انسان هست که باید اهمیت داده بشه. و اما درباره مدیریت مالی. مدیریت مالی ما به خیلی مسائل مختلف زندگیمون برمی‌گرد. و شما همین نمونه‌ش رو در همین زندگی درمانی‌ها، در همین دور همی خیلی باصفا و ساده خونه نونا دیدید که با یه مدیریت خوب مالی ما تونستیم هزینه ها رو بسیار بسیار کم بکنیم، بچه ها استفاده بکنن، نمیدونم ماهی حتی هدیهش رو بیاره، اون یکی با هدیهی که آورد، هر کسی پرسیدن و برقراری این ارتباط کلامی بین کسانی که میخواستن مهمان بشن، تمام شرکت کنندگان در این دور همی و اون کسی که مدیریت این دور همی رو داشت، این ارتباط کلامی مدیریت رو به خوبی پیش برد و با بهترین استفاده. در مسائل اقتصادی هم وقتی که برنامه هایی میذارم برای اینکه طرف مثلا از نظر مدیریت مالی
قوی بشه همین مسائل علمه. و در رابطه با این میتونیم ما خیلی صحبت ها بکنیم، ولی در همین گروه خودمون وهله اول اینه که ما خودمون رو در زمینه های زندگی، در زمینه های مالی زندگی خودمون از همون مناسباتی که به ما القا شده که این زشته، این زشته، این کارو نکنی، این فلانه، ای وای این هدیه رو باید بگیری، ای وای فلان کنی، همین ای وای ها و همین زشته زشته ها کلی و همین چشم و چشم هم چشم هم چشمی ها و خیلی از این موارد دیگه بنیان زندگی ما رو کلن تغییر دادن و ما رو به انحراف کشوندن. پس در رابطه با مدیریت مالی هم ما بحثمون زیاده، صحبت خیلی زیاده، چون همه این موارد کاری ما، همین مسائلی که الان ما تو زندگیمون داریم، همه اینها عرصه های نشون دادن دیدگاه های ماست و اینکه چجوری ما از نظر هزینه ها بتونیم خودمون رو تنظیم بکنیم و پیش ببریم. و خب اینا رو باید صحبت بکنیم در طول رابطه ای که این گروه با هم دارن. حالا بمونه برای بعد، ولی من در این زمینه هم چند تا کلیپ دارم، اونا رو هم براتون خواستید میفرستم که رازهای منیج اقتصادی چجوری ما میتونیم از نظر اقتصادی خودمون رو به جایی برسونیم که واقعا در یک همزیستی با دیگران خیلی موفق باشیم.